بریم و نزدیک بریم. سلام، تهرانی هم خودمونی. این کنکورم بلای جون جوونا شده. این جواد ما یهو ویرش گرفته بود که کنکور بده و بره دانشگاه. داستان جالبی داره، دل بدین. بله، آره جانم، خودمم. قربان تو، شب میام، ساعت 8 منتظرم باش. حتما، قربونت دارم، خداحافظ. کسی میتونه به من کمک کنه؟ معلومه جواد جان، همه ای ما میتونیم به تو کمک کنیم. سوال کن. باز از سوال کرد. این همه دانشمند عالم ریخته اینجا، کسی میتونه؟ بله، سوال کن، بگو. خب اینجا نوشته گزینه 395. خب اونشو بده. کشور ایتالیا شبیه به کدام یک از اشکال زیر است؟ یک، دمپایی. دو، چکمه. خب سه، اورسی. اوروسی، اوروسی. چهار، قلدره. چی قلدره؟ قلدره. چیه؟ قلدر، کندره یا قلدره؟ خیلی خوب، قلدره آقای تهران. خب بله، کندره. خب جوابش چی میشه؟ میدونی جواد جان، من این مسائل جغرافیم اصلا خوب نیست، فقط میدونم کشور خودمون اینه گربه است. جغرافی را از آقای کامیاب. سلام کامیاب، جوابش چی میشه؟ بستگی داره چی بپوشه. یعنی چی؟ یعنی که این مسئله حقوقیه و بنده میدونم، بنده روزی هزار بار میرم دادگاه. خب جوابش چی میشه؟ جوابش معلومه دیگه، پوتینه دیگه. پوتین؟ چرا؟ چرا؟ برای اینکه سرمو کلا گذاشتن. دیروز من تو دادگاه گفتم آقا این سر منو کلا گذاشته. اگه یقهشو گرفتم گفتم آقا بدون من چجوری تو ماشینو های کامیاب. بابا این پاک رفته تو سیسیل. آقای تهرانی. بله. شما ادبیات لطفا. بله، ادبیات. من هنوز آقا تمام شعرهای کتابامونو حفظم. مثلا داشت عباس قلی خان چی؟ پسر بی ادب و بی هنری. باریکلا، هرچی میداد ننش چکار میکرد؟ لچ میکرد. صورتش رو به همه چکار میکرد؟ کچ میکرد. آره منم اتفاقا اینه یاد داشت کن، حتما از سال کنکور. گفت با جوجه مادرش روزی که بترسو عزیزم کنار جوی مرو. مرو؟ بله. گربه را بین که پشت خم کرده، گوش ها تیز و دم علم کرده. میگم جواد جون، اگه از این سوال های حقوقی و دادگاهی و این چیزا داری بگو. بله جواد. میگم عزیز دل من، این جزوه ها اینا اصلا هنر آکادمی چندان تأثیری نداره، استعداده. من یه تست هوشی از رو میپرسم، میرم چند مرد حلاج بخوره. بلند شوهر رو میز. اوکی اوکی. یا زهرمار آقایو من اصلا دیگه از شما کمک نمیخوام، اینا تو کتابای من نیست. اصلا پسر، مگه اینجا کلاس کنکوره؟ وظیفه ما نیست که به تو کمک بکنی؟ آقای رؤوفی، نه اجازه بدین. جواد جان، تو ادبیاتو بده، من تمام جوابا رو برات می‌نویسم. خوبه؟ دستت درد نکنه. اوه بله بله. خوب، ادبیات. ها، اینجا. کجای موشن جان؟ آها، بیا جانم، بیا. این بیت چند جمله ساده است. به مار ماهی مانی. کی؟ مار. نه این تمام. کدوم؟ نصف ماهی عمو جان. نه آن. کی؟ سه تا مار ماهی و نصفی، سه تا ماهی و نصفی. بله بله. چه چند تا؟
سه تا ماهی میشه چند تا؟ میشه 6 تا سالم. چرا 6 تا؟ با چند تا؟ سه تا ماهی سالم، سه تا مار ماهی. بوشنگ این مار بازی رو تمومش بکن. ول کن دیگه با. بله. آدرستون رو بفرمایید. بسیار خوب. همین الان. عصای میفرستم خدمتتون. میشه 3 تا اونی. مار بازی رو ولش بکنین. بله. بیا برو جواد. نوبت توئه. بله. آژانس اومدن. نمالیاز آقا. سلام علیکم. آقا شما. خسته نباشید. بفرم. کتابای درسی من نشسته. ببخشید. ببخشید. وح وح آفرین. احسن. باری کرد. درس چیز خیلی خیلی خوبیه. باری کرد. کنکور هنر. ز گهواره تا گور دانش بجو. کجا تشت میبریم؟ آه؟ پارک سایی. شما؟ دانشجویی؟ من؟ نه خیر. واسه کنکور میخونم. اگه خدا بخواد، انشاءالله قبول بشیم. اصولا من معتقدم که همیشه و همه جا میشه درس خون. آقا، مثلا تو کوچه، تو خونه، تو ماشین، تو پارک، حتی تو سینما. تو سینما؟ آقا غیر ممکنه. صبر کن ببینم. تو مثلا وایسادی تو صف بلیط. میخوای بلیط بخری. اونجا نمیتونی چند تا تست بزنی؟ خب میتونی برادر من. چرا نمیتونی؟ یا رفتی تو سالن انتظار اون تو. هنوز نرفتی تو سالن اصلی سینما. اونجا نمیتونی چند تا تست بزنی؟ آقا اصلا نشستی فیلمو داری تماشا میکنی. آقا یه موقع حوصله‌ات سر رفت. یا فیلم اونجاش خوب نبود. بلند شو بیا بیرون چند تا تست بزن. این کاری نداره که. حالا میشه یا نمیشه؟ تو سالنشینا شاید. ولی نه آقا، من خودم سر صحنه بودم. دیدم کارگردان و فیلمبردار و هنرمند، حتی سیاه لشکر دیدم چقدر زحمت میکشن. خیلی دیگه بی‌انصافیه که آدم وسط فیلم پاشه بیاد بیرون که میخواد تست بزنه. پسر جون تو قبول نمیشه. با این روحیه و شکل و شمایلی که اینجوری حرف میزنی قبول نمیشه. که من قبول نشم برام خیلی بد میشه. آبرون میره. جلو بچهای آژانس، جلو زنم، جلو آقای رؤوفی، تازه بعد دور بازیگریام خط بکشم. آقا جون، تو باید به حرف من گوش بدی. من همه این راه ها رو قبلا امتحان کردم. خب حالا تو چه رشته شرکت کردی؟ خب حدس بزن. حدس بزن ببین چه رشته شرکت کردم. بازیگری؟ خب کارگردانی؟ نه لابد مهندسی دیگه. بازم حدس بزن. پس حتما پزشکی. پزشکی، مهندسی عمران، مهندسی ساختمان، تمام این رشته ها رو امتحان دادم ولی آخرش تصمیم خودم رو گرفتم. چی کار کنیم؟ که بذاریم کنار. آره؟ یعنی شما کنکور قبول نشدی؟ نه پسرم، قبول نشدم. اما یه چیزی رو متوجه شدم. امیدم رو از دست ندادم. ببینم، تو اگه دانشگاه قبول نشی، صبح که آفتاب میزنه،
از پنجرت نمیتابه تو اتاقت؟ ها؟ میتابه؟ پس با امید زندگی کن. آخه چطوری؟ کافی خودتو بشناسی، امکانات خودتو در نظر بگیری، بفهمی چی هست. من خودم وقتی متوجه شدم که کنکور دیگه نمیتونم قبول بشم، رفتم پیش پدرم گفتم منو به عنوان شاگرد قبول بکن. خندید، گفت آستیناتو بزن بالا. خب حالا شغلتون چیه؟ من طراحم. اه؟ یعنی مهندسی؟ نه، طراح فرشم. طراح فرش؟ خب دست درد نکنه جوان. چقدر شد تقدیم کنم؟ قابل نداره. خواهش میکنم. 800 تومن. دست درد نکنه. موفق باشید جوان. یاد نمیگیری بگم؟ من اصلا این کتاب رو نگاه کردم. ها خیلی خوب، پس این رو دستت بگیر که خیالت راحت باشه، من دیگه از توش روش نگاه نکنم. خب حالا بپرس. جواد جان من میخوام سیب زمینی سرخ کنم و وقت ظرفا من مونده، خب اینا رو کی بکنه؟ ظرفا رو من میشورم. جواد جان لباسا کثیف میشه. خیلی خوب، حالا بگو سلامان و ابصار مالکیه؟ بگو. خیام جواد کارنامه بر صنایعی. حالا روضت الانوار. بابا خب معلومه دیگه، نظامی گنجوی، همون که موش و گربه نوشته. جواد جان اصلا موش و گربه مال زاکانی پاک قاطی کردی. یا ببین سلامان و ابصار و کارنامه بخ هر دوتاشون مال صنایعه، اون وقت روزت الانوارم مال خاجوی کرمانیه. من آخرش قبول نمیشم. من آخرش دانشگاه قبول نمیشم، میدونم. من مطمئنم که دانشگاه قبول نمیشم. این کتاب که بسته است، پس تو جواب رو از کجا میدونستی؟ جواب جان ببین من برای تو گشتم، اون وقت جوابا رو پیدا کردم همه رو. دست شما درد نکنه. ها ولی من میدونم آخرش دانشگاه قبول نمیشم. چرا جواد جان؟ مگه یادت رفته اون پیرمرده به چی گفت؟ امیدوار باش دیگه. بابا اون پیرمرده پدرش هنرمند بود، یه بابایی داشت که دستشو بگیره بکشه بالا. اصلا بگو ببینم تو طایفه ما به غیر از من کس دیگه دیپلم گرفته؟ لابد باید برم از دایی منصور جناب عالی کمک بگیرم. جواد مگه دایی منصور من چشه؟ تازه کلی هنرمنده برای خودش، یه عالمم دوست هنرمند داره. ها قبول نمیشم. چرا جواد جان قبول میشی؟ همش 10 تا جواب بلد نبودی. 9 تا. خدا مرگم بده 9 تا بود. تازه شایدم 8 تا بود. قصه نخور خب؟ 9 تا از 12 تا بود. میگم جواد جان اون سوال بود مال درسای اختصاصید، درباره هنر رمانتیسم دیگه، که رمانتیکای معروفو میخواست، من برات پیدا کردم. نگاه کن گوته و شیلر و شاتو بریان و لامارتین همشون از رمانتیکای معروف تو ادبیاتن. حالا یه بار بگو. تو این چیزا رو از کجا میدونی؟ خب تو که نیستی، اون وقت من میگردم اینا رو پیدا میکنم که بهت یاد بدم. این صد چیه برداشتی آوردی؟ این مال بدنه جواد جان، که خوابت گرفت و بریزم سرت بیدار شی. من نه خوابم میگیره و با این کارهایی که شما انجام میدی من دانشگاه قبول بشم نیستم. چرا جواد جان؟ تازه اگه قبول نشی مگه چی میشه؟ چی میشه؟ ها. باید برای همیشه دور بازیگری خط بکشم. خود جواد جان مگه حتما باید هنر پیشه بشی؟ مگه تو نمیدونی یکی از بزرگترین آرزوهای زندگی من اینه که یه هنر پیشه معروف بشم مثل این آقا. بده؟ اونجوری بده؟ نه. وقتی میریم تو خیابون همه بگن ای این هم هنرپیشه معروف هست.
بریم ازش عکس بگیریم، بریم ازش امضا بگیریم، رو سردر سینما عکس منو بزنن، رو مجله عکس منو بزنن. تازه مصاحبه هم که میکنم میگم من از راه تحصیلات دانشگاهی به کمک همسر مهربانم به اینجا رسیدم که زحمت میکشیدم و تستای منو برای من جواباشونو پیدا میکردم. تو اون جواد بیشتر دوست نداری؟ جواد جان، تو چه دانشگاه بری چه نری، یا چه معروف بشی چه نشی، همیشه برا من جوادی. هر شب منتظرت میمونم تا بیای خونه، هر جمعه هم برات کوفته قلقلی میپزم. هر وقتم که با هم قهر کنی ها، با سه شاخه گل سرخ میام دنبالت. خوشبال صدقه، باغچه قلب پر از گلهای تازه است. باغچه قلبم جواب؟ آره باغچه قلبت. وقتی چشماتو میبندی و تو باغچه قلبت نور میدی، میشی مثل فرشته کوچولو. جواد جان، به من میگی فرشته کوچولو؟ آره فرشته کوچولو. وقتی چشماتو میبندی میشی مثل یه فرشته کوچولو. میگم جواد جان، صدات خیلی خوبه ها، میدونی فقط فکر کنم گشنته، یه خورده قاطی کردی. من الان برات شام میارم، امشبم دیگه نمیخواد درس بخونیم. خب فردا، الان شامتو میارم. صدیق چی کار داره میکنه؟ جواد جان، دارم گلدوزی میکنم. میگم که چرا بیدار شدی ها؟ ساعت چنده؟ 3:30. جواد، مگه نباید فردا بری سر کار؟ کتابای من اینجا چی کار میکنم؟ جواد، هر از گاهی برای جوابا رو پیدا میکنم. نون بخور. ببخشید، شرمندم به خود، انشالله جبران کنم. این حرفا چیه جواد؟ برو بخوام. خیلی خوب، تو هم زود بیا بگی بخوام. باش. کوبیسم، سمبولیسم، رئالیسم، در کدام سبکه؟ این چه وضعشه؟ این پسر کجا ساخته؟ پیداش نیست. و با شورشو در آورده آخه. من نمیدونم، حتما باید باش برخورده بد بشه تا بفهمه. عمو جان بدبخت می‌خواست بده کارت کنکور دانشگاه رو بگیره، من اجازه بهش دادم که بره. بله؟ نفهمیدم. از کی تا حالا شما به بچه‌ها مرخصی میدی؟ یک دفعه دیگه تو کار من دخالت بکنی یا بیرونت میکنم. فهمیدی؟ دخالت نکنی یا؟ اوکی. اوکی زهر مار دیگه اوکی نگو. آقای رؤوفی، اوکی و زهر مار برد بیشتری داره یا زهر مار اوکی؟ بستگی داره. به چی؟ به آدمش. آه. من هر وقت این مشکی ها پامه میگی که اوکی و زهر ما. هر وقت اون زهرده هست اونا را میپوشن میگه زهر ما رو اوکی. حالا چه سریه نمیده از زی اون به زی اون چست مونده، سو استفاده کرده. ببین شای، ما باید کاری بکنیم که یکم خلقش بهتر بشه. خیلی عصبانیه.
فکر نمی کنی که یه فکر بسیار بکری براش بکنیم ها؟ تو فکر میکنی من این کارا هیچ وقت بازاره این کارای شیطنت آمیز میکنه همینجوری بیدلی دیوونم بخوام تحتو روحیش و روانشناسیش رو بدونم. آها دیشب داشتیم نصف شب این مغازه رو میبستیم خب آسمون تاریک میگونم شب شب مهتابه اینش بموند اینا نشونه است. خود در دلت کرده برام میگه شبی دو بار از اون تخت امو جان من میفتم صبح 5 دقیقه 4 جهت اصلی رو گم میکنم بابا توی خراب شده یه نیم روی کینی با ما بده آه اون یکی اون یکی کودش پیش خودمه. آه خب خب اینو کجا بگو کجا گلاب در ره. آها حالا محض امتحان تو بگو آقای رؤوفی هوای گلاب در نظرش چی؟ قسم نمیخورم ولی قطعا جملش همچی چیزی میگه که بب نگو که بهشته بب زدیم به خواهد طرف هر گلاب در رست سلام سلام و زهر ما چیکار کردی؟ تموم شد؟ بله سلام به به آقای مسچی دانشجوی هنرپیشه حالتون چطوره؟ خیلی خوش آمدی قربان خوب قبلا تماس میگرفتی ما براتون گوسفند میکشتیم کم لطفی کردی والا حقیقتش انقدر شلوغ بود دیگه یه خورده دیر شد باید ببخشید ده؟ جدی میفرمایی؟ طول کشی؟ آقای رؤوفی امروز کارتای دانشگاه رو میدادن بله باید میرفت کنکورم که نزدیکه بعد از کنکور جواد میشه همون جواد همیشگی و منظم و مرتب خودمون یعنی باید تا بعد از کنکور منتظر آقا شو؟ تو باید وکیل مدافع میشدی آقا راستش قول میدم که بعد از کنکور دیگه سر وقت میدم بکه یه چیزی هم بدهکار شدیم نه طلبکاریم با جواد اخر رفتارش شکلیه آره همه یلامتش تو باید بریم گلاب دره احسابش خراب گلاب دره الهی بمیرم برای اون وقت سیاد کردلیا چه اقبالی داشتی سلام صدقه سلام جواد الهی برای این کردلیا بمیرم برای کی؟ دختر کوچیکی لیرشاه دیگه بابا من فکرم خدای نکره برای دختر کوچیکی های تهرانی اتفاق افتاده نه مگه قرار نبود این نمایشنامه رو با هم دیگه تمرین کنیم؟ ها اما خب میخواستم ببینم آخرش چی میشه علامت زدم الان تمرین میکنیم امشب من اصلا حوصله تمرین ندارم چون خیلی خستم خواهم میگیرم بخوابم جواد میدونی اگه کنکور قبول بشی اون وقت بهت میگن بیا مصاحبه کن اون وقت بهت میگن که چه نمایشنامه‌ای خوندی وقت رو باید بدونی دیگه بعدش یه تیکه هایش رو انتخاب میکنن میگن که اجرا کن خب اگه ما تمرین نکرده باشیم تو میخوای چیکار کنی؟ تو این چیزها رو از کجا میدونی؟ خواهد دختر همسایه پرسیدم همون که دانشجوی هنره خیلی خب باید چیکار کنم؟ لابد باید لباس شاهلی رو بپوشم آره دیگه که حس بگیری خیلی بیا شادی رو بیچاره چه لباسی داره خواه هیچی که بهتره جواب بله باید وایستم دیگه ها آره دیگه همه چی یادت میره این پا بالا جواد اون یکی پا خب پسرم میدانی فرق دلقک تلخ زبانا با دلقک احمق چیست؟ نه جوان به من بیاموز آن سروری را که به صلاح دیده او املاکت را بخشیدی یا بیاور نزد من جایش بده یا خود به جای او باش
آنگاه دلقک تلخ زبان و دلقک احمق هر دو نمایان خواهند شد. دلقک تلخ زبان در لباس دورنگی دلقکیش اینجا ایستاده و دلقک احمق آنجا. دست شما درد نکنه. خدا مرگم بده جواد، اینجا نوشته. میگم که میخوای روما و جولیتو بازی کنیم؟ اینا همش به این لیرشا بد میگن. روما و جولیت که پری شب تمرین کردیم. راست میگی. میخوای در انتظار گودو رو بازی کنیم؟ تو اون نمایشنامه که نقش زن نداره تو بازی کنی. میدونم، اما خب یه نقشه هست، استراگون جواد. من اون نقشه رو خیلی دوست دارم. بیچاره نمیتونه پوتینشو از پاش دراره. به ما چه ربطی داره که نمیتونه پوتینشو از پاش دراره؟ مهمه، اما خب اگه دوست نداری یا بیا سوء تفاهم آلبر کامو رو بازی کنیم. جواد، پسرشونو کشتن بیچاره ها، نمیدونستن که پسرشونه. لای بمیرم. خب، میرم از جواد ما به سلامتی. جواد جونم، این کتابات یادت باشه فردا روز بسیار بسیار مهمی. بله بله بله. یک دو، این چه شیرینی خاص داره. بله. آدرستون رو بفرمایید. انشالله که موفق باشی همیشه. بله. به سلامت. خب بفرما آقا جواد. خیلی خوشحالم که بالاخره این کلاسای کنکور تموم شد و شما میری مرخصی و برو واسه خودت این مشتریدم ببر برسون. بعد شما درد نکن. جبران میکنم. الو. به سلام. الو. سلام برسون. الو؟ بله؟ الو؟ الو بفرمایید. الو مالک؟ الو؟ الو 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 بفرمایید. بله بله بله. سلام عرض می‌کنم. خب الو؟ آدرستون؟ ای آدی توی مرده شور تو من فکرم از کجا دارم؟ من کلاس نقاشی تو هنوز نمی‌ری. ما که شرمنده شما هستیم. کلاس نخواشی که ازا بنویز آدرس رو بده. والا به خدا نمیدونم، حواسم پرته. من خفه کردیم بابا. گفته خونه رو تخلیه کنم، دختر عروس شده میخواد بیاد جای ما بشه. حالی گوشی، حالی گوشی. هم در واقع نمیدونم، کرایه ها خیلی بالا. الو حالی بابا 6-7 تومن ودیه میخوام. جواد جان، نباید الان درس بخونی، همه چیو قاطی میکنی. کی اینو گفته؟ دختر همسایه دیگه، لادن. خودش نفر اول کنکوره. نگاه کن جواد جان، تازه چیزای دیگه هم گفته. اصلا نباید هول کنی. دو تا دفترچه بهت میدن، یه دونه عمومی ها، یه دونه اختصاصی. وقت تو باید همه اون جواباییو که بلدی فقط بزنی جواد جان، اونایی که مطمئنی درسته. اگه اونایی که غلطه ها شک داری بزنی نمره منفی میگیری جواد. فقط اونایی که بلدی تون تون بزن و برو، هولم نشو. حالا شامتو بخور. تو همه اینا رو واسه من پرسیدی؟ ها با اینم زحمتی که تو واسه من میکشی، اگه من قبول نشم خیلی بد میشه. جواد جان قبول میشی، من میدونم. فقط نمیدونم چرا امشب یه خورد دلشوره دارم. جواد جان فکر اونم کردم، اصلا نترس. دو تا لیوان گل گاو زبون درست میکنم، اون وقت توشم نبات میندازم و لیمو، بعد میخوریم و دلشوره جفتمون میره. تو برش میخوای بخوری؟ جواد جان خب منم دلشوره دارم دیگه، برای تو. اون فلفل بدم بخورم. جواد جان فلفل نمیشه بخوری، برای اعصابت خوب نیست. خب حالا ماس میخوای بخور دیگه. در مورد کنکور چیزی نگفت؟ چرا، اما خونا رو دیگه بعد شام بهت میگم. جواد جان هنوز نرفتی؟ خب دیر میشه دیگه. بیا بیا. میگم که خوش تیپی. خودکار آبیت کو؟ اینا نکن. این خودکار آبی، قرمز، مشکی، اینم سه تا مداد، مداد پاک کن و مداد ترش همینجا. خب
بابا کنکور فقط دو تا دونه مدال میخوام، با یه مدال پاکا اینا چی گذاشتی تو جیبم؟ ها عیبی نداره جواد جان، میگم شناسنامه. برای چی آخه؟ لازمه، تو هیچ یاد نگرفتی جواد جان، بیا دیرت میشه. قرآن رو بوز کن جواد جان. میگم که هول نکنی یا نه نه، مواظب خودت باش، خوشحال باش. باشه برو کنکورتو بده نیفتی، برو خدا حافظ. گوشه نشسته خدا کنه دق نکنه، حتما خیلی عصبی و ناراحته بیچاره، این همه زحمت کشید، ما باید خیلی کمکش بکنیم. ببین هوشنگ جان، ما باید خیلی مواظب باشیم، وقتی اومد مواظب این باشیم که حرفی گپی لغت لطیفی چیزی نگیم که ناراحت بشه. میدونین که دوست منه، مثل برادرم میمونه، حالا دور میزنم برادر. باریکلا باریکلا، خیلی باید مواظب. سلام جواد جان، چطوری تو؟ بابا این که ناراحتی نداره، اصلا ناراحت نباش، مهم نیست، مهم اینه که تو کوشش خودتو کردی، انشالله میخونی سال دیگه امتحان بده، حتما قبول میشی، ما کمکت میکنیم، مگه نه موشن جان؟ امکان نداره. یعنی چی امکان نداره؟ چی داری میگی؟ حتما قبول میشه جواد جان، ناراحت نباش. ببین جواد، مگه زن تو صدیقه جلالی از فامیلش نی؟ آره. خب فرزند رحمان، شماره شناسنامه 1999-03. شماره شناسنامه صدیقه؟ شاید اون سه رو دوی تو سه خوندی، بذار ببینم. تو شهر شما این سه یا دوی؟ تو شهر ما متاسفانه این سه، حق با توه. جواد خودت بیا ببین اصلا. بیا باش، این دوی یا سه، سن بخون.
امکان نداره. من هم همینو میگم امکان نداره. چجوری ما میکنه یه دختر که فقط بلد و کفت قلقلی درست کنه بلد هنر قبول بشه وقت یه جوونی با این رعنایی دوست من؟ صدیق چیکار داری میکنی؟ جواد جان دارم گلدوزی میکنم. تو برش میخوای بخوری؟ جواد جان خب منم دلشوره دارم دیگه برای تو. آها میکشمش میکشمش. گوشن جان این نره کاری دست خودش بده ها. الو الو صدیق تونی؟ سلام دایی منصور، حالت خوبه؟ ای قربونت برم صدیق جان، بچه حلال زادم به داییش میرم. مگه چی شده دایی جان؟ یعنی تو نمینیشی شده؟ نه دایی. یعنی تو روزنامه نخونی و نمینی دانشگاه قبول شده؟ خدا مرگم بده، چه خاکی به سرم شد دایی منصور. دیدی؟ دیدی بدبخ شدم دایی جان؟ الو صدیق، کرو؟ خدا کرو. نه حالت خوبه؟ آره حال من خیلی خوبه، حال سرکار خوبه؟ میری کنکور امتحان میدی به من نمیگی؟ میری کنکور رو حال میشی؟ نه نه جواد جان خدا مرگم بده، من که نمیخواستم قبول بشم. اه؟ بس اگه نمیخواستی قبول بشی بس برای چی رفتی کنکور امتحان دادی؟ ها؟ همین جوری جواد میخواستم ببینم کنکور چه جوریه. اگه راست میگی یه جوری امتحان میدی لااقل قبول نمیشدی، آبروی حیثیت من نمیبردی. راست میگی راست جواد جان. خب مگه چی شده حالا؟ هیچی هیچی. من بدبخت خرو بگو شبا چراغا روشن میکرد صدیق داری چیکار میکنی؟ دارم گلدوزی میکنم. گلدوزی میکردی که دست خوندی ها؟ جواد جواد جان فردا زنگ میزنم بابات بیاد تهران تکلیفتو روشن کنه. جواد چرا عصبانی میشی؟ طلاقت میدم طلاقت میدم. میگم دعوت شده باز؟ آجابات عرض شد که بازن تو دعوتون شده آقا؟ حالا آقا جون باش دعوا کردم میره کنکور امتحان میده به من نمیگه ها؟ تازه قبولم میشه آره؟ خب قبول میشه که میشه مگه بده؟ خیلی هم خوبی که قبول بشه آدم استعداد داره، تو که باید خوشحال باشی زنت قبول شده. خوشحال باشم؟ دیگه باید چیکار کنم؟ نه آقا جون شورشو در آورده، اینجوری که نمیشه زندگی کرد. این تو توپت پره. حالا قرار تا که اینجا بس بشینی توی آژانس؟ فردا زنگ میزنم باباش بیا تهرون تکلیفش رو روشن کنه. وقت این روشن کنه یعنی چه؟ میره کنکور امتحان میده به من نمیگه ها؟ بازه واسه من قبولم میشه؟ طلاقش میدم آقا جون طلاقش میدم، این زنم نیست طلاقش میدم. خجالت نمیکشی کلمه رو به کار میبری؟ بی نمک نمک نشناس. تو خوب شد که کار تو اون فیلمه نگرفت، اون همینجای معروفی بشی. اصلا یک ذره نه جنبش داشتی نه ظرفیتشو. طلاقش میدم همجه اینکار از این بوتا بوده، لیاقتش نداری تو اصلا. آقا اصلا به تو چه ربطی داره؟ واقعا به من ربطی نداره. من دوست نیستم، دست برادری ندادی مثلا کمک کنیم به هم؟ باشه هر جور خودت میدیم. خدافر. این حرف رو باز چه میزنیم؟ باستیم که برو گم شد چشم به چشم نیفته. اه؟ بله آره میرم پیم میشم از دست همه تونم راحت میشم. سلام جواد جون. عجب دنیاییه یا میگم هوشنگ جون خدا آخر عاقبت این کارو به خیر کنه.
باز زده به سرش دیگونه شد. بیا آقای تانیم اگه ممکنه به مادر سفارش کن هوای صدیق خانم رو داشته باشه، باز زد به کوچه و بازار. باشه میگم، ولی مادرم از من و تو زرنگتره. بعد لاشالله سایش از سرم سلام صدی خانم، بفرمایین بفرمایین تو. چرا گریه میکنی دخترم؟ میگم و جواد نیست. جواد جواد ببخشید صدی خانم، حال شما خوبه؟ همین چند دقیقه پیش اینجا بود، بگو مگو کردیم اخلاقش که میدونی، زد به کوچه پیداش میشه. خدا میدونه من نمیخواستم بازیگری قبول بشم، خدا مرگم بده. جوادا دیگه نمیاد خونه. غلط میکنه که نیا، مگه دست اونه؟ از همهش تحصیل خود بوده صدیق خانم، لوسش کردی. بابا بذار یه خود سخت بگذاره بهش تا مرد بار بیاد، تا بفهمه قدرتون رو بشناسه، تا بفهمه منزل یعنی چی. بفرم بفرم بشین، براتون یه چای بیارم. نه آقای تهرانی، فقط این سه شاخه گلو بذارین رو میزش، شاید یه کمی از دلش نراد. خدا میدونه نمیخواستم ناراحتش کنم، شبا که دیر میاد خونه ها این دلم هزار را میره. جواد بیچاره این چند وقت خیلی خسته شده، آخه آژانس که جای خوابیدن نیست. ناراحت نشین دخترم، من دارم میرم خونه، شما را با خودم میبرم. هوشنگ‌جون باش صحبت میکنه، همه چی درست میشه. بله. ولی الان خیلی عصبانیه، شما رو اینجا ببینه بیشتر عصبانی تر میشه. بله من باش صحبت میکنم، خیالتون راحت، میشناسینش که. ممنونم هوشنگ خانم، خداحافظ. خدا نگهدار. راستی صدیق خانم، من قبول شده تو کنکور از صمیم قلب تبریک میگم. منم تبریک میگم. من چیز بدی گفتم؟ دیگه چی میخواستی بگی از این بدتر هوشنگ خان؟ بذارشون تو یه گلدونی چیزی تا من برگردم. اوکی. بیا رضا مسچی اینجا هست؟ اون وقت جواد مسچیه بدبخت. کنکور امتحان میدی ها؟ سلام. گفتم سلام ارشد هوشنگ خانم. خب یعنی چه؟ خب یعنی سلام و زهر مار. تو یادت رفتم این جذابی چقدر چرت و پرت بار ما کردی؟ اونو طلاق میدم اینو میکشم، برای اون چاقو میکشم دوستیمو به کنار. چطور طلاق میدم اینو؟ حالاشم میگم رو رو برم. اینا چیه؟ حق داری نشنزیدی مرد حسابی، زن با او خوبی جا خواهرم. تو شیفت شب تلفن پشت تلفن، پتو هر رو داره، سیب زمینی زیاد نخوره، چپ نری راست نری نیفتی. مادرم چی به بچهش نمیرسه، وقت تو به راحتی طلاقش میدی. حالا باید چیکار کنم؟ پرسیدن داره، برو خونه ببینش، بشنفش، درکش کن، بفهمش. خب به
بهترین سالای عمرش داره با پای تو هدر میده. جواد، هر از گاهی برای جوابا رو پیدا میکنم. نون بخور. ببخشید، شرمندم بخور. شالا جبران کنم. با اینم زحمتی که تو واسه من میکشی، اگه من قبول نشم خیلی بد میشه. جواد جان قبول میشی، من میدونم. جواد جان میدونم ناراحت شدی، اما خب من که نمیخواستم ناراحتت کنم، میخواستم بیام دانشگاه تنها نمونی. جواد میخواستم بیام تر و خشکت کنم. تر و خشکم کنی؟ نه، خب گفتم یه موقعی دخترای دانشجو رو میبینی وقت ناراحت میشی من دانشجو نیستم. بدت نیادا، اما من کسم بازیگری دوست ندارم که درسشو بخونم. خب اگه بازیگری دوست نداشتی پس چرا امتحان دادی که آبروی حیثیت من رو ببری؟ به خاطر تو دیگه. میدونی جواد، کاره ای هنر پیشه ها خیلی سخته. تو سرما و گرما و برف و بارون باید برن سر کار. تو این چیزا رو کجا میدونی؟ از لادن دیگه، ای دختر همسایه. دیگه حق نداری بری پیش لادن. جواد اگه لادن بیچاره نبود اون وقت من و تو چجوری یاد میگرفتیم که درس بخونیم و قبول شیم؟ چقدرم که راهنمایی شما و لادن خانم باعث شد من دانشگاه قبول بشم. میدونی جواد، من درخت ها رو دوست دارم. میخوام سال دیگه جنگلداری شرکت کنم. جنگلداری؟ نه، اگه تو دوست نداری نه. فعلا راجع به کنکور صحبت نکن. باشه، بعدن حرف بزنیم. خیلی خب، حالا بعدن صحبت. میخوای برات شام بیارم؟ جواد، خورشت بادمجون داریم. برات میارم. میگم صدیق، میدونی؟ بابت اون سه تا شاخه گلی که آورده بودی آژانس ازت ممنونم. بله، صدیق خانم درس خوبی به جواد داد، از بس دلش پاکه. تا بعد، یا هست.